بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. بر اثر حمله های هوایی روز یکشنبه 19 شهریور در جنوب خارتوم پایتخت سودان، دست کم 40 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. این حمله های هوایی در حالی انجام گرفت که جنگ بین ارتش سودان و شبه نظامیان موسوم به نیروهای پشتیبانی سری به پایان پنجمین ماه آن نزدیک می شود. بر اساس برخی برآوردها تا کنون نزدیک به 7500 نفر کشته شده و بیش از 5 میلیون نفر دیگر آواره شدند. با گذشت نزدیک به 5 ماه از آغاز جنگ، هیچ یک از طرفین درگیری هنوز نتوانسته است بر دیگری برتری یابد یا با آن به سازش برسد. بر اساس گزارش مرکز زلزله نگاری کشور عراق، ساعت 1:13 بامداد امروز زلزله‌ای به ترتیب به بزرگی 4.3 و 5.2 ریشتر توس خرماتوی عراق را لرزاند. کانون این زلزله در عمق 10 و 6 کیلومتری توس خرماتوی عراق، شهری در 88 کیلومتری جنوب کرکوک در شمال عراق و مرکز شهرستان توس خرماتو در استان صلاح الدین است. این زمین لرزه در برخی از شهرهای استان کرمانشاه و کردستان ایران نیز احساس شد. خبری از پاکستان. ارتش پاکستان روز یکشنبه 19 شهریور در یک بیانیه خبری اعلام کرد که در جریان درگیری در منطقه چترال ایالت خیبر پختونخوا 7 شبه نظامی کشته و 6 نفر دیگر به شدت زخمی شدند. ارتش گفته که عملیات برای پاکسازی تروریست ها ادامه خواهد داشت. در حمله هفته گذشته هم دست کم 4 نیروی امنیتی پاکستان کشته و بیش از 16 جنگجوی طالب پاکستانی نیز کشته شدند. روزنامه دان پاکستانی گزارش داده که این کشور در ماه‌های اخیر شاهد افزایش فعالیت‌های تروریستی به ویژه در خیبر پختونخوا و بلوچستان بوده است.